از اونجایی که خیلی از مشکلات از خانواده نشأت میگیره ما امروز دعوت کردیم از خانم دکتر لاله مهراد روانشناس بالینی تا بیشتر ما رو راهنمایی کنن که چطور حس مدارا رو توی خودمون و علل خصوص بچه هامون فرزندامون پرورش بدیم خیلی خوش اومدید خانم دکتر خیلی خوش اومدید از دعوتتون خوشحالم که میبینمتون باز این خیلی بیشتر هم دکتر برامون بگید اصلا مدارا یا بردباری چی هست چرا مهمه اه اه مدارا یا بردبایی توانایی ماست در صبور بودن همونطوری که شاهو هم اشاره کرد در صبور بودنمون در توانایی ما برای پذیرش کسانی که مثل ما رفتار نمی کنن یا مثل ما نیستن شبیه ما نیستن رفتارها و ایده های متفاوتی دارن توانایی درک ما و پذیرش این تفاوت ها همون مدارا یا بردباری ما هستش دقیقا شما با این صدای زیباتون که دارید اینو میگید اصلا کلا <تصفح> یک واقعا آدم بیشتر درکش نمی‌کنه آره بشنوه ولی خانم دکتر یه سوال آیا مدارا و بردباری همون تحمل و یا همیشه کوتاه اومدنه یا نه مرسی از سوالی فکرم قسمت قبلی سوالی بخشش رو هم جواب ندیدم اینجا جواب میدم که چرا مهمه ما در یک جای دیگه الان دهکده جهانی بهش میگیم زندگی میکنیم قدیما شاید کسی جایی به دنیا میومد تا زمان مرگش اونجا رو ترک نمیکرد و شاید حتی یک نفر به شکل تصادفی هم وارد اون روستاش نمیشد برای همین نیازی نداشت چیزی بیشتر از خودش رو ببینه و بپذیره در حالی که الان ما توی دهکده جهانی اگر مدارا و بورد باری نداشته باشیم خیلی یک طرفه و دوگ میشیم و همین جاست که شروع میکنیم به حذف کردن اونهایی که شبیه ما نیستن و برای همین خیلی اهمیت پیدا میکنه اما با تحمل فرق میکنه قطعا فرق میکنه چون تحمل جایی هست که ما چیزهایی رو که بر ضد ارزش های شخصی یا ارزش های جهانی یا ارزش های انسانی هستند. اونها رو میپذیریم و سکوت میکنیم در مقابلش مثل اتفاقاتی که افتاده و نشون دادین الان و سکوت اگر بکنیم ما داریم تحمل میکنیم ولی مدارا کردن و بردباری کردن یعنی افراد رو همونطوری که هستن میپذیریم همه اجازه دارن خودشون باشن و من فکر میکنم حقیقت پیش منه و هر کسی غیر از من هست باید از بین بره این به هیچ عنوان مدارا نیست همه خودشونن و برای اینکه من بتونم تو این دهکده جهانی موفق زندگی کنم توانایی دیدن و پذیرش دیگران رو باید داشته باشم و در خودم پرورش بدم که این مدارا و بردباری هست خیلی هم عالی خانم دکتر چجوری میشه این مدارا بردباری رو به بچه های یاد داد چون همجور که خودتون گفتید حال ما زمانی که بچه بودیم یه جور دیگه تعبیر شده بود فقط به سپوت و صبوری که همون تحمل می شد. خیلی, خیلی کار سختیه که به بچه ها یاد دادین همین همینطوره اه، کار سختیه اگر بخوایم مثل معلم بهشون یاد بدیم مم. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون مدل باشیم خودمون الگو باشیم خودمون با نگاه کردن اگه مثلا فرض شما کنار داریم با بچهتون پیاده روی میکنید و یه سری گل میبینید جایی هست متوقف بشین و بهشون بگیم ببینین گلا رو چون رنگ های مختلف هستن چقدر زیباتر شده اگه فقط یک رنگ باشه به این زیبایی شاید نمیشد یا اگر تلویزیون میبینید با بچهتون و نکته ای رو میبینید یا تفاوتی رو میبینید یا چیزی رو خلاف ارزش های خودتون میبینید توقف بدین اون تلویزیون رو و شروع کنید توضیح دادن بحث کردن صحبت کردن با بچه‌تون که حقیقت رو ببینه و خودمون آگاه باشیم که این تبعیضات رو نذاریم بچه‌مون رو اکسپوز کنیم مواجه کنیم با فرهنگ های مختلف با, نگر... با نگرش های مختلف و حتی از توی دایره دوستامو فقط یه شکل دوست نداشته باشیم اگه مثلا درباره مذهب داریم صحبت میکنیم به مراسم مذهبی مختلف بچه‌مون رو ببریم توی شب‌های مختلف یا ماه‌ها یا هفته‌های مختلف که مناسبت داره برای اقوام خاصی اون عزیزان رو دعوت کنیم توی خونمون یا بریم توی نمایشگاه هایی که مرتبط به اون هست یا حتی خودمون میتونیم یک شبی رو داشته باشیم مختص یک فرهنگی و اون فرهنگ رو معرفی کنیم به خانواده از غذا از لباس پوشش همه چیز رو میتونیم توی اون شب توی خونه به اون شکل بذاریم به بچه ها یاد بدیم که حرف بزنن سوال کنن نترسن و به خصوص اگر از ما سوال کردن عکس های تند نشون ندیم بلافاصله تعجب نکنیم بلکه تشویقش بکنیم که سوال بپرسه از و مسائلی که داره رو بیاره توی خونه و در موردش صحبت کنه به خصوص اگر تفاوت زیادی بین مدل تفکر خانواده و مدرسه هست ممکنه پیغام های اشتباهی رو توی مدرسه بگیرن که لازم هست وقتی میان خونه در موردش صحبت کنن و آگاهی بهتر و کاملتر رو از طریق والدینشون بگیرن و باز برمیگردم به نکته اول اینکه خودمون مدل و الگو باشیم براشون